بله لینا جان، سلام به شما و به بینندگان محترم. ما از وضعیت امنیتی سنگین آغاز میکنیم. بله. ولسوالی سنگین هنوز هم در حالت محاصره قرار داره و به گفته عبدالرحمن سرجنگ، قماندان امنیه هلمند، که شب گذشته نیروهای ماموریت قاطع تحت رهبری ایالات متحده امریکا دو هدف را قرار داده و عملیات هوایی را انجام داده، که در نتیجه این عملیات به گفته عبدالرحمن سرجنگ 32 طالب کشته شده و در حدود 54 تن دیگرشان زخم برداشته، و این حمله هوایی منجر به این شده که مخالفین مسلح دولت از تاسیسات ولسوالی سنگین 1.5 کیلومتر به عقب زده شده و جنگ در 1.5 کیلومتری ولسوالی سنگین به گفته سرجنگ که هنوز هم به شدت ادامه دارد. بله. اما ای تایید کرد که هنوز هم راهای ولسوالی سنگین برای نیروهای افغان مسدود هستند و از طریق زمین هنوز هم به ولسوالی سنگین کمک نرسیده است، فقط نیروهای هوایی یک تعداد اهداف را اماش قرار گرفته که به نیروهای افغان کمک رسانده، و این هم یادآور شدن که در حدود 100 و چند پلیس که در این ولسوالی محاصره بودند، اونا از حالت محاصره هم نجات یافته. بله. و فعلا به گفته عبدالرحمن سرجنگ که وضعیت در حالت خوبی قرار داره. خب برگردیم. بله ببخشین، وضعیت ملکی ها در حومه ولسوالی سنگین و در داخل از چه قرار است؟ جنگ 4 روز است که جریان داره، راه ها مسدود شده، ای از تلفات ملکی هم در قبال جنگ در جریان در هلمند شما معلوماتی را به دست آوردین یا خیر؟ بله، منطقه ساروانکلا یکی از مناطق پرنفوسی ولسوالی سنگین خوانده میشه که تقریبا بدها فامیل از این مناطق به شمول همین ساروانکلا از جاهای اصلی خود اینا نقل مکان کرده و به جاهای امن رفته. اما به صورت عموم از ولسوالی های شمالی هلمند که نوزاد، مساقله، کجکی، سنگین و دیگر مناطق را در بر میگیره، در حدود 10,000 فامیل از مناطق اصلی خود بجا شده و مناطق امن رفته. اما او کسایی که از نگاه مالی و اقتصادی در حالت خوبی قرار نداشتن، اونا هنوز هم در مناطق خود هستن و تحمل از این می کشن که یا مثلا تلفات جانی برازی هم می رسه یا هم تلفات مالی. در حالی که والی ولایت هلمند خواهان کمک شده بود، امروز وزارت دفاع بریتانیا از اعزام نیروهای حمایوی به ولایت خبر داده. واکنش مقامات به رسیدن این نیروهای بریتانیوی به هلمند چی بوده؟ بله، هم والی هلمند و هم قماندان امنیه هلمند از حضور نیروهای برطانوی در هلمند بیخبری نشان میده، اما یک مقام قلی اردوی 215 میوند به صدا امریکا گفت که بعدها مشاور برطانوی وارد این پایگاه نظامی شده و از شب گذشته به این طرف مصروف مشوردهی به نظامی افغان هستند. بله ممنون و سپاس از شما آقای پوپال. باز هم شرح بیشتر اوضاع در ولایت هلمند را در بخش پشو برنامه های آینده از شما خواهیم شنید. تشکر از شما.